با سلام و وقت بخیر خیر بنده و شنونده سنترال افغانستان هستی توجه شما را جلب میکنم به خبرهای کوتاه از سراسر افغانستان و ما خبرهایی که در این کلیپ آماده کردیم شلیک بر یک زن جوان در جبرائیل هراد و تعهد نصف برای پرداخت معاش بخش صحت در افغانستان از سوی هم از بدخشان گزارش می شود. یک مقام محلی گروه تا در یفتل پایان این ولایت به قتل رسیده است خبرها را از هرات شروع میکنیم نظامیان گروه تا یک خانم را امروز در ناحیه 13 همه هرات و از مربوطات جبرایل به گناه اشتباهی به گلوله بست است شاهدان عینی در گفتگو با سنترال افغانستان گوید که نظامیان این گروه به دنبال یک معتاد سوار بر بایسکل بود و بالای وی در داخل کوچه شلی کرد اما مرمی آنان به یک خانمی که از محل میگذشت برخورد کرد و وی به زمین افتاد به گفتگی شاهدان عینی این خانم در حالت کما به شفاخانه منتقل شد ولی از زنده و یا مرده بودنش آنان اطلاع در دست ندارند مسئولان محلی این گروه در ولایت هرات نیز واکنش پیرامون این مسئله نداشته است در همین حال از کابل نیز گزارش می شود که یک خانم و یک کودک در کابل به قتل رسیده است به گزارش روزنامه اطلاعات روز وزارت امور داخلی گروه تا تایید می کند که یک زن و یک کودک به گناه بیرحمانه در حوزه 11 امنیتی شهر کابل به قتل رسیدند آقل آزام معاون سخنگوی وزارت داخله این گروه گفته است که این رویداد شب گذشته سه شنبه 16 همه در ساحه 500 فامیلی حوزه 11 امنیتی شهر کابل رخ داده است. با گفته او نیروهای گروه تا پس از حدود 11 ساعت از وقوع این رویداد آملان آنان را شناسایی و بازداشت کردند. آقل آزام گفته است که دو نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند و آنان سند نیز در دست دارد. خبر خوب ما این است که روند پرداخت معاشات کارمندان صحی شروع و ادامه خواهد داشت یونیسف تعهد کرده است که سیستم صحی افغانستان را از سقوط نجات میدهد لیو دیپنی نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان گوید که روند پرداخت معاشات کارمندان صحی در افغانستان آغاز شده است در همین حال نام الله سمنگانی معاون سخنگوی گروه تا امروز چهارشنبه 17 در رشته گفته است که آقای لیو دبنی این موضوع را در دیدار با عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر این گروه در کابل مطرح کرده است در این نشست ابو مسئول پروگرام صحی نصف و حامد جعفری مسئول پروگرام پولیون در افغانستان نیز حضور داشته است به گفته سمنگانی نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان در این نشست گفته است که این سازمان پروژه صحتمندی را در افغانستان ادامه میدهد او افزوده است که این سازمان برای ادامه ای این پروژه تا پایان سال جاری مبلغ 60 میلیون دلار آمریکایی و تا نیمه سال آینده مبلغ 100 میلیون دلار آمریکایی را فراهم کرده است در همین حال از بدخشان گزارش می شود که مولوی نجم الدین فایز مدیر معادن گروه تا برای ولسوالی یفتل پایان توسط محافظ خودش کشته شده است به گفته این منابع این رویداد بامداد روز چهارشنبه هفدهم قوس هنگام رخ داد که آقای فایز میخواست پس از خواندن نماز از مسجد به سوی خانش برود. مولوی نجم الدین از قره کشین در ری ولسوالی افتر پایان بود و پس از تسلط گروه تا در افغانستان به این موقف رسیده بود. انگیزه و چگونگی این رویداد هنوز هم مشخص نیست و مسئولان محلی گروه تا در بدخشان نیست پیرامون این مسئله اظهار نظر نکرده است. و خبر اخیرا که احتمال بلند رفتن بهای برق در افغانستان گفته می شود که مثلا بریشنا روی طرز کار میکند که بر اساس آن قیمت برق در افغانستان افزایش پیدا خواهد کرد علت این کار نیز بلند رفتن قیمت ارز دلار در برابر افغانی گفته شده است از توجه و همراهتان با سنترال افغانستان جهان سپاس و تلاش میکنیم که همواره کلیپ های اینچنانی کوتاه و چند خبر کوتاه را به شما برسانیم